قیمت وسایل الکترونیکی موبایل تبلت لپتاپ اینجور چیزها تو ترکیه چقدره خرید این وسایل از ترکیه به صرفه تره یا از ایران سلام من کامران هستم و مرسی که تو این ویدیو هم همراه من هستید اول از همه ببخشید بابت صدام به خاطر کرونا که گرفتیم هم من هم سما کرونا گرفتیم من کرونا یه مقدار ضعیفتر بود و سریعتر حالم بهتر شد و اومدم که یه ویدیو براتون بگیرم خیلی از شما عزیزان که قصد مهاجرت به ترکیه رو دارین از ما در مورد قیمت لپتاپ و تبلت و موبایل میپرسین توی ترکیه و اینکه آیا این وسایل الکترونیکی خودتون از ایران بخرین و با خودتون بیارین یا نه از ترکیه بخرین خیلی از دوستانم که قصد سفر به ترکیه رو دارن و میخوان یه موبایل یا یه لپتاپ بخرن میپرسن که اگر ترکیه ارزون من بیام ترکیه بخرم برگردم ایران کدومش برای من به صرفه در میاد اول از همه قیمت موبایل و تبلت و لپتاپ رو اینجا و ایران با هم مقایسه میکنیم و بعدش دلیل این اختلاف قیمت رو میگم و بعد هم به نتیجه گیری میرسیم تو این ویدیو خب بذارین از کمپانی پرطرفدار اپل شروع بکنم آیفون 13 پرو مکس 256 توی سایت دیجیکالا در حال حاضر 54 میلیون 700 هزار تومنه و همین گوشی توی ترکیه 35 هزار لیره یعنی حدود 70 میلیون تومن آیپد پرو 12 دوم اینچی توی ایران 35 میلیونه و توی ترکیه 25 هزار لیر یعنی حدود 50 میلیون تومن مکبوک پرو 2020 اپل هم توی ایران 42 میلیون حدودن و توی ترکیه حدود 24 هزار لیر یعنی 48 میلیون تومن خب بریم سراغ از کمپانی سامسونج S22 اولترا 256 35 میلیون حدودن تو ایران و توی ترکیه 25 لیر یعنی حدود 5 میلیون تومن تبلت S8 سامسونج هم حدودن تو ایران 28 میلیونه و اینجا توی ترکیه حدود 20 لیر یعنی 40 میلیون تومن خب از محصولات شیائومی هم یه موبایلش رو من بگم شیائومی 12 پروه. 256 در حال حاضر تو ایران 27 میلیون تومنه البته این قیمتها رو عمر من از سایت رو در درآوردم و توی ترکیه 24000 هزار لیر یعنی 48 میلیون تومن خب همونطور که دیدین قیمت وسایل الکترونیکی تو ترکیه به مراتب گرونتر از ایران و حتی از بقیه جهان هم گرونتره دلیلش هم مالیات زیادیه که به این وسایل موقع ورود به ترکیه میخوره پس اگر برای سفر داریم میایین ترکیه فکر خرید وسایل الکترونیکی از ترکیه رو کلا از سرتون بیرون کن. ولی اگر قصتون مهاجرت به ترکیه است یه مقدار ممکنه قضیه فرق بکنه اول اینکه اگر این وسیله الکترونیکیتون سیم کارت خور باشه باید اینجا رجیستریش بکنید هزینه رجیستری اینجا در سال 2022 2732 لیره یعنی حدودا 5, ,5 میلیون تومان دوم اینکه شما زمانی که یه وسیله الکترونیکی رو از ایران می‌خرید و میارین ترکیه چون شرکت وارد کننده اون وسیله الکترونیکی به ایران گارانتیش کرده دیگه اون گارانتی خارج از ایران معتبر نیست و اینجا نمیتونی از گارانتیش استفاده کنی ولی محصولات اینجا گارانتی رسمی سامسونگ و اپل رو دارن مثلا من این گوشه سامسونگ رو من از نمایندگی سامسونگ گرفتم و یه سال گارانتی سامسونگ داشت حدوداً 20 روز 25 روز مونده بود که گارانتی یه سالش تموم بشه اون زمانی بود که اوج کرونا بود و همه وسایلمون رو ما الکل میزدیم و مینداختیم تو الکل و در می آوردیم تا چه صفحش از کار افتاد من بردمش نمایندگی سامسونگ و خودشونم گفتن که به دلیل الکلی که زدی ولی گارانتی قبول کرد و بدون هزینه کلا صفحه لمسی رو رو برای من عوض کرد حدودا چهار پای ما از این قضیه گذشت و یه دفعه آنتن گوشی رفت و من دوباره بردم نمایندگی سامسون گفتن این دفعه مشکل از مادر برده و مادر مشکل داره باید عوض کنیم من گفتم هزینه چقدر میشه گفتن که گارانتیه گفتم من گارانتیم چهار ماه پیش تموم شد گفتن که نشونم دادن اونجا توی مونیتور که شما تو این تاریخ صفحه نمایشتون رو عوض کردین از تاریخ تعویز صفحه نمایش دوباره یه سال گارانتیتون تمدید شده و دوباره مادر رو برای من مجانی عوض کردن همه اینا رو گفتم که بگم که من به شخصه توی محصولات الکترونیکی مخصوصا محصولات سیم کارت خور اول به دلیل گارانتیش دوم به دلیل اون هزینه رجیستریش و سوم به دلیلش شبهایی که وجود داره که جعبه های این وسایل رو توی ایران باز میکنن و لوازم جانبی فیک رو میذارن و لوازم جانبی اصلی رو ور میدارن ترجیح میدم که از ترکیه خریداری کنم برای منی که توی ترکیه دارم زندگی میکنم ولی مثلا کنسول بازی که من دو سال پیش برای کیان خریدم اون موقع چک کردم که قیمتش با ایران دقیقا دو برابر حتی بیشتر بود اینجا ترجیح دادم که از ایران بخرم و با مسافر برام آوردن و چون هزینه رجیستری هم نداشت دیگه مشکلی هم نداشتن خدا شد تا الان به گارانتی احتیاج پیدا نکرده مرسی که تا الان با من همراه بودین اگر ما رو سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین با لایک و کامنتتونم به من انرژی بدین تا ویدیوی آینده خدا نگهدارتون